زن جوانی که پیش از 35 سالگی مرد، خیلی زودتر از آن که بیشتر از زندگیش بگوید، فروغ فرخزاد. 5 دفتر شعر، تکان دهنده و موج آفرین. زندگی شلوغ، پر از اتفاق و ابهام، یک فرزند خوانده و کنجکاوی برانگیزترین ماجرای عاشقانه معاصر در جامعه ادبی و روشنفکری ایران پس از او به جا ماند. رابطه عاشقانه با ابراهیم گلستان، کارگردان، نویسنده و یکی از سرشناسترین چهره های جامعه روشنفکری ایران از دهه 40 تا کنون. زنی که مرد اما شناسنامش هرگز باطل نشد. اینجا در شهر کوچک شارلوتسویل در ایالت ویرجینیا ی آمریکا پاییز فروتن و خاموشی آغاز شده. به خانه زنی آمده ایم که 39 سال گذشته عمرش را با کار بر روی میراث فروغ گذرانده. خود او و اشعار او، آثار او باقی همیشه بهار من در قربت بوده. ایران سیاری بوده که من همراه خودم همواره داشتم. فروغ فرخزاد زندگی نامه ادبی همراه با نامه های چاپ نشده تازه ترین اثر خانم میلانی است. کتاب خانم میلانی ابهامات تازه ای را مطرح می کند. شعر دریافت در اینجا برای اولین بار جور دیگری خوانده شده. آیا فروغ در کودکی تجربه سیاه آزار یا تجاوز جنسی را پشت سر گذاشته؟ اینا سوالهایی که باید مطرح بشه. اگر مدرکی داشتم میتونید مطمئن باشید که در کتاب میآوردم اون رو. ولی شعر دریافت من فکر میکنم موضوعیه که باید بیشتر راجبش تحقیق بشه و میدونید که نامه های دیگه ای هم هست. اگر اینا یه روزی چاپ بشه به گمان من شاید ما بتونیم با اطمینان بیشتری در این زمینه صحبت بکنیم. برای اولین بار نامه های فروغ به ابراهیم گلستان در این کتاب منتشر شده. نامه ها عاشقانند. میان سطرهای هر نامه اما نکته ها از زندگی، احساسات، تناقضات، تفکرات، سلیقه و پیچیدگی های شاعر هم قابل دریافت است. انتشار این نامه ها در فضای مجازی فارسی به شدت واکنش برانگیز شد. کسانی پرسیدند چرا پاسخهای ابراهیم گلستان به نامه های عاشقانه فروغ منتشر نشده. آقای گلستان ندارن این نامه ها رو. من میدونم که در حدود 50 ساله که گله از این بوده که چرا آقای گلستان در این مورد حرفی نمیزنه، چرا اگر نامه ای هست چاپ نمیکنه. حالا رضایت داده آقای گلستان، هم نشسته برای روزها و روزها در عرض لااقل 14 سال اخیر با من صحبت کرده، هم نامه هایی رو که داشته در دستش بوده. یک نامه رو آقای گلستان به من نگفت که یک خطش رو بزن. ابراهیم گلستان در این کتاب برای اولین بار در طول تقریباً 50 سال گذشته پای گفتگویی نشسته که تنها موضوعش فروغ فرخزاد و رابطه پرماجرای عاشقانه آنهاست. اولین باری که راجع به فروغ یک سوالی کردم به من گفتن که چرا، شنیدم که آشپزیت بد نیست، انگلیسی هم که بلدی، کتاب آشپزی هم که راجع به ایران در آمریکا نیست، چرا نمیری یک کتاب آشپزی بنویسی؟ در این گفتگو حرفای تازه‌ای درباره فروغ زده می‌شود. از دماغش که ابراهیم گلستان می‌گوید با تردید به تیغ جراحی سپرد، تا سقط جنینش، تا گاه هروئین، تا چند بار خودکشی و تا سیلی که ابراهیم گلستان بر صورت او زد. آیا زنی که می‌خواست نهایت شب را افشا کند، از اینکه نیم قرن پس از مرگش عاشقانه‌هایش را بخوانند نگران می‌شد؟ البته که فروغ هم حریم خصوصی داره و 100% من به اون حریم خصوصی احترام گذاشتم. ولی یک از مهمترین ویژگی های شعر فروغ و زندگی فروغ اینه که خواست از پرده بیرون بیاد. در فرهنگی که پرده نشین واژه مترادف زنانگیه، یکی از دستاوردهای فروغ دقیقاً مطرح کردن این سوال بود که حریم خصوصی زن کجاست و کی تعیین کننده این حریم خصوصیه. 50 سال از مرگ فروغ فرخزاد می‌گذرد و هر تکه‌ای از زندگی او همچنان حساسیت برانگیز است. شاید بیش از هر چیز به این دلیل که فروغ فرخزاد به قول خودش
خوشبختانه زن بود. زنی که میخواست نظم مردانه محیط اطرافش را در ادبیات و زندگی به هم بریزد.